خبرگزاری فرانسه: شلیک موشک به کمپ مخالفان ایرانی در عراق. خبرگزاری فرانسه، پاریس، 26 دسامبر 2013. شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌ای در پاریس اعلام کرد ده‌ها موشک پنجشنبه شب علیه کمپ مخالفین ایرانی نزدیک فرودگاه بغداد شلیک شد که 3 کشته بر جای گذاشت. شورای ملی مقاومت ایران نوشت حدود 21:15 دقیقه به وقت محلی، 18:15 به وقت گرینویچ، کمپ لیبرتی توسط ده‌ها موشک از انواع مختلف مورد حمله قرار گرفت. 3 تن در اثر این حملات کشته شدند. همچنین تعداد زیادی مجروح در وضعیت وخیم وجود دارد. این 4مین حمله توسط پرتاب موشک در سال 2013 علیه کمپ لیبرتی است که یک کمپ سابق آمریکا بوده است. قریب 3000 عضو مجاهدین خلق ایران در کمپ لیبرتی به سر می‌برند. مجاهدین خلق در سال 1965 با هدف سرنگونی رژیم شاه و سپس استبداد مذهبی خمینی بنیانگذاری شدند. به گفته سازمان ملل در اول سپتامبر 52 تن در کمپ اشرف کشتار شدند و چندین نفر از آنها در حالی که به قتل رسیده بودند دستانشان از پشت بسته شده بود. مجاهدین خلق که 100 نفر از اعضای آن در کمپ اشرف بودند، نیروهای امنیتی عراق وابسته به نخست وزیری را مسئول حمله دانست. بازتاب گسترده جهانی حمله موشکی به لیبرتی. به فاصله چند ساعت مهمترین خبرگزاری ها از جمله آسوشیتد پرس، رویتر و فرانسه و همچنین روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست این خبر را منعکس کردند. همچنین تلویزیون های الجزیره، العربیه، شبکه جهانی بی بی سی، الشرقیه، بغداد، التغییر، الرافدین، اسکای نیوز، فرانسه 24، خبرگزاری مستقل ایپا، ای بی سی نیوز، دنور پست و بوستون سان استار از جمله رسانه‌هایی هستند که به گزارش این حمله پرداختند. خبرگزاری رویتر: روز پنجشنبه یک کمپ مخالفان رژیم ایران در پایتخت عراق هدف موشک قرار گرفت و شماری کشته و مجروح شدند. این گروه دولت مالکی را پشت پرده این حمله دانست و گفت مالکی در تلاش برای جلب حمایت رژیم ایران قبل از انتخابات سال آینده میلادی عراق این اقدام را انجام داده است. خبرگزاری رویتر: روز پنجشنبه مخالفان رژیم ایران در پایتخت عراق اعلام کردند که بر اثر حمله موشکی 3 نفر از ساکنان لیبرتی کشته و چندین نفر دیگر به طور جدی مجروح شدند. شاهین قبادی که یه اطلاعیه گفت 3 نفر کشته و بیش از 50 نفر مجروح شدند که چندین نفر از مجروحین حالشان وخیم می باشد. خبرگزاری آسوشیتد پرس: شلیک ده‌ها موشک به کمپ لیبرتی. شورای ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس طی پیامی اعلام کرد ده‌ها موشک به کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد شلیک شده است. به گفته آسوشیتد پرس تعدادی کشته و مجروح شدند. خبرگزاری فرانسه: اپوزیسیون در تبعید ایران اعلام کرد موشک‌هایی که روز پنجشنبه در نزدیکی فرودگاه بغداد اصابت کرد، وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه اعلام کرد آمریکا این حمله را به شدیدترین لحن محکوم می‌کند. واشنگتن پست: شورای ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس اعلام کرد ده‌ها موشک به کمپ لیبرتی اصابت کرد. بر اثر این حمله شماری کشته و چندین نفر مجروح شدند. این گروه به شدت مخالف رژیم آخوندی است. نیویورک تایمز: مخالفان رژیم ایران در پایتخت عراق با موشک مورد اصابت قرار گرفتند. 3 نفر از ساکنان کشته و چندین نفر دیگر به طور جدی مجروح شدند. شاهین قبادی شمار کشته شدگان را 3 نفر و شمار مجروحان را بیش از 50 نفر ذکر کرد. حال برخی از مجروحان وخیم است. این گروه میگوید دولت نوری مالکی در پشت این حمله قرار دارد تا حمایت رژیم ایران را برای انتخابات سال آینده جلب کند.
قال متحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة أن 2 من أفراد المنظمة قتلا وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح إثر تعرض معسكر المنظمة الذي يقع قرب غرب بغداد إلى هجوم بصواريخ. وأضاف المتحدث أن عدد تلفزيون الجزيرة سازمان مجاهدين خلق إعلام کرد بر اثر حمله موشکی به کمپ این سازمان در غرب بغداد تعدادی کشته و مجروح شدند. این سازمان افزود در شامگاه پنجشنبه تعدادی موشک به کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد شلیک شد. الذي يقع قرب مطار بغداد الدولي في وقت متأخر من مساء الخميس. شبکه انگلیسی الجزیره مخالفان رژیم ایران گفتند در اثر موشکباران روز پنجشنبه شماری از آنها کشته شدند و چندین تن جراحات جدی برداشتند. به گفته آنها دولت مالکی در تلاش برای به دست آوردن حمایت رژیم ایران در انتخابات سال آینده دست به این حمله زده است. شبکه جهانی بی بی سی شورای ملی مقاومت که در پاریس مستقر است گفت ده ها موشک پنجشنبه شب به کمپ لیبرتی اصابت کرد. دو تن از ساکنان کشته شدند و نفر سومی نیز در بیمارستان جان باخت. دانت الولايات المتحدة هجوما بالصواريخ على معسكر لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العاصمة العراقية أمس الخميس. قالت الجماعة إنه أسفر عن مقتل 3 تلفزيون شرقية سازمان مجاهدين خلق إيران در اطلاعية إعلام کرد که بر اثر موشکباران شدید در داخل کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد عده‌ای کشته و مجروح شدند. آمریکا تهاجم به قرارگاه مجاهدین خلق را محکوم کرد و خواستار اتخاذ اقدامات بیشتر برای حفاظت از این کمپ شد. إن 3 أشخاص قتلوا عندما تعرض معسكر لبرتي الكائن في مجمع عسكري أمريكي سابق لهجوم بعشرات الصواريخ. وأضاف أن تقارير تتحدث عن إصابة أكثر من 50 شخصا بعضهم في حالة حرجة، وقتل أكثر من 50 شخصا في معسكر آخر لمجاهدي خلق شمالي بغداد في محافظة ديالى في سبتمبر أيلول الماضي. ومن جهة أخرى دانت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما بالصواريخ على معسكر ليبرتي التابع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في بغداد والذي أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنها تدين الهجوم بأشد العبارات. وعلى صعيد آخر أدانت الولايات المتحدة هجوما بالصواريخ على معسكر لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العاصمة العراقية. وقال المجلس تلویزیون العربیه دولت آمریکا حمله موشکی به کمپ سازمان مجاهدین خلق ایران در بغداد را محکوم کرد. شورای ملی مقاومت در اطلاعیه اعلام کرد چند تن از اعضای مجاهدین خلق ایران در حمله موشکی به کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد کشته شدند. وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحفي إن شخصين قتلا في قصف صاروخي على مخيم ليبرتي لعناصر مجاهدين.